مغز ما چه کار میکنه؟ کارکرد مغز چیه؟ این که میگیم کار مغز تنظیم بودجه بدنه یعنی چی؟ من علی بندری هستم این کانال یوتیوب بی پلاسه اینجا میخوام یه چیز جالبی بگم درباره کارکرد مغز یه کتابی رو ما توی پادکست بی پلاس خلاصش رو گفتیم احساسات چطور ساخته میشوند ام، کتاب خیلی جالبی بود من تا حرفش مقدار پیچیده بود مخصوصا برای من که سوادش رو هم خیلی ندارم برای همین دوست دارم یکم تلاش کنم که حرفش رو بهتر بفهمم حرف خانم لیزا فلدمن برات یه ساختمونیه که روی چند تا مفهوم به عنوان ستون های اصلی بنا شده من رفتم چند جای دیگرم خوندم و شنیدم حرفاش رو ببینم میتونم این مفاهیم رو دونه دونه بفهمم یا نه این ویدیو درباره یکی از این مفاهیم بنیادیه مفهوم بودجه بندی برای بدن و اینکه کارکرد مغز ما اینه که بودجه بدن ما رو تنظیم کنه این چیزیه که تو این ویدیو میخوام دربارش صحبت کنم کار مغز چیه؟ شما اگه از من دو سال پیش مثلا میپرسیدی که کار مغز چیه؟ من گفتم که خب ما یه سری گیرنده های حسی داریم بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی مغز اینها رو میگیره یک فعل و انفعالی روش انجام میده بعد تصمیم میگیریم ما چی باید بکنیم و برای مثلا اندام های مختلف، ارگان های مختلف پیام میفرسته، دستور میفرسته ایشون ولی میگه که نه میگه اصلا کار کرده مغز ما این نیست، این فهمیدن دنیای بیرون نیست. ما دنیای بیرون رو میفهمیم به خاطر اینکه مغز میخواد یه کار مهمتری انجام بده و اون کار تنظیم بودجه بدن ماست، رگولیت کردن بودجه ماست. میگه کار کرده اصلی مغز، اون چیزی که مغز به خاطرش تکامل پیدا کرده اساسا اینه، تنظیم بودجه بدن. بدن یه بودجه ای داره. مثل خونه که یک بودجه ای داره. مثل کشور که یه بودجهای داره شرکت که یه بودجه داره یه بودجهای داره بودجه این خونه 10 میلیون تومنه من باید هزینه هام رو یک طوری تنظیم کنم که به همه کارام برسم هر چیزی اونقدری قدری که لازم داره بهش برسه بدن ما هم همینطوریه یک مقداری اکسیژن یک مقداری گلوکوز یک مقداری نمک یک مقداری از هر چیزی سلول مختلف بدن ما لازم دارن در هر لحظه ای هر سلولی یک مقدار لازم داره نه برای همه مساویه نه در برای یک سلول در همه زمان ها مساویه برای همین این باید تنظیم بشه همونطوری که توی یک شرکت ممکنه که بگن که ما این ماه بودجه مارکتینگ رو یه مقدار کم میکنیم به بودجه تحقیق و توسعه اضافه میکنیم چون میخوایم یه محصول جدیدی بسازیم که مثلا 6 ماه دیگه بخوایم بفروشیم اینطوری تنظیم میکنیم این ماه بعد وقتی که اون محصول آمد بودجه تحقیق و توسعه رو کم میکنیم بیشتر بودجه میذاریم رو مارکتینگ که مثلا محصول رو بتونیم بهتر تبلیغ کنیم بفروشیم مثل همین تصمیمات توی مغزم توی بدنم باید گرفته بشه به خاطر اینکه همه سلولها همزمان یه مقدار اکسیژن نمیخوان دیگه من الان اینجا نشستم دارم با شما صحبت میکنم اگه یهو شروع کنم شنا رفتن یک سلول های دیگری از بدن من یه چیزایی رو میخوان که الان اینجا نشسته بودم لازم نداشتن مغز باید متوجه بشه و به اینایی که الان کمتر لازم, لازم دارن از اون چیزها کمتر بده به اونایی که بیشتر میخوان بیشتر بده اگه نده من قش میکنم اگر شرکت طولانی مدت هی چیزایی رو مصرف کنه نتونه به واحدهای مختلفش بودجه برسونه یا بیش از اونی که داره مصرف کنه خب زمین میخوره شکست میخوره و سیستم نمیخواد شکست بخوره کار مغز اینه که مواظب باشه که سیستم ما شکست نخوره بودجه درست تنظیم بشه توضیح بشه این حرف اساسی خانم گلدمن برات درباره بودجه بندی بدن و کارکرد مغز میگه این که ما میبینیم و میشنویم و بو میکنیم و از محیط بیرونمون رو درک میکنیم اینا اصلا کارکردهایی هستن در خدمت اینکه مغز بتونه بودجه بندیش رو و تنظیم بودجهش رو بهتر و درستتر انجام بده کار اصلی اونه حالا از کجا میفهمیم که داریم بیشتر از بودجه مصرف میکنیم یا کمتر از بودجه مصرف میکنیم این نمودش برای ما کجاست یعنی دماسنجی که ما میتونیم ببینیمش کجاست این اون که بهش میگن افکت اصطلاح تخصصیش ما در زبان روزمره خودمون بهش میگیم مود میگی مثلا حال حالم خوش نیست اینا احساسات نیست فیلینگز نیست احساسات نیست اینا افکته موده حاله حالم خوشاینده سر حالم سر حالم یعنی اینکه بودجه بندیم درست تنظیم شده هر چیزی هر کسی هر قدری که لازم داشته داره منم اونقدری که اینا لازم داشتن داشتم که بهشون بدم منتها حالم ناخوشاینده یعنی اینکه کسری بودجه دارم یعنی اینکه یه کسایی یه چیزایی میخوای یه سلولایی یه چیزایی میخوان من نمیتونم بهشون بدم و این هی حال ناخوشایند حال ناخوشایند از اینجا میاد حالا این افکت که گفتیم که دماسنج بودجه است نشون میده بودجه درست داره مصرف میشه یا کمه یا زیاده این خودش از کجا میاد افکت یا حال یا مود این از کجا میاد ببینید من الان نشستم اینجا دارم با شما صحبت میکنم خیلی هم در ظاهر آرومم منتها خب درون من قوقاست دیگه سلولای مختلف دارن کارهای متفاوتی میکنن و نیازهاشون هم هی داره تغییر میکنه اینا دارن نیازهاشون رو میفرستن به مغز مغز در هر لحظه داره مانیتور میکنه که الان مثلا سلول معده دارن میگن که مثلا شام سنگین بوده ما مثلا امشب کار هضممون سنگینه یه مقدار چیزایی لازم داریم ها؟ من ولی اینجا نشستم متوجه این نیستم ممکنه یه مقدار مثلا نفسم رو متوجه بشم که سنگینه همین ولی بیش از این من آگاه نیستم به اون اتفاقی که داره اونجا میفته و سلولا نیازاشون چطوری عوض میشه چی میخوان چی میگیرن و درستم هست که نباشم دیگه به خاطر اینکه من حواسم باید چند جای دیگه باشه من اونا رو میخواستم بفهمم دیگه نمیتونستم که حالا حواسم من به دوربین باشه حواسم من باشه به شما چی میخوام بگم بعد یه گوشم هم, هم باشه که بالاخره تو خونه نشستم الان چه اتفاق میفته دخترم اگه بیدار شد صدا کرد حواسم بهش جمع باشه اگه بیرون آتیش سوزی شد مثلا من گوش به زنگ باشم اگه زلزله اومد احساس کنم اینا هم همه یه چیزایی که من حواسم باید بهشون باشه دیگه و چه خوب که من دیگه لازم نیست به درون توجه کنم درون برای من خودش جنبندی میشه میشه اون چیزی که بهش گفتم که میشه حال من کلیتش متوجه میشم بیرون رو هم خودم باید حواسم بهش باشه مجموعه ای اینها ولی افکت رو میسازن برایند اینکه اینا اون چیزایی رو که میخوان رو اونقدری که میخوان دارن یا نه اینا افکت رو میسازن حال عمومی من رو در این لحظه میسازن مود من رو میسازن در این لحظه برای همینه که میگن مود افکت دماسنج بودجه بدنه چیز اولی که من از این کتاب یاد گرفتم همین بود اگر بودجه شما تأمین باشه بودجه بدن تأمین باشه حال ما خوشاینده اگه بودجه تامین نباشه کسری بودجه داشته باشیم حالمون ناخوشه بعد شرکت یه بار یه سال دو سال سه سال کسری بودجه داشته باشه چی میشه ورشکست میشه کم میاره دیگه بدن هم اگر مشکل کسری بودجه داشته باشه مریض میشیم افسرده ممکنه بشیم مشکل گوارشی ممکنه پیدا کنیم چند دفعه شده مریض شدین بعد به گذشته که نگاه کردید دیدید که آره دو هفته بوده حالتون خوب نبوده دو هفته بوده از نظر روحی اصلا خسته بودیم درست استراحت نکرده بودیم این شاید همین باشه کسری بودجه طولانی مدت بدن باعث شده که دیگه کم بیاره دیگه جواب کنه یه جایی یه ضعفی از خودش نشون بده این پس شد معنی بودجه بندی بدن و معنی این حرف که وقتی میگیم کار مغز تنظیم بودجه بدن ماست رگولیت کردن بودجه بدن ماست یعنی چی این اولین ستون و مقدمه حرف نویسنده است که بعدا برسه به اینکه احساسات چطور ساخته میشن منتها من یه مقدار زمان میخوام که همین رو خوب مرور کنم و مطمئن بشم که درست فهمیدمش بعد برم سراغ حرف بعد.